ما کمک میکنیم. کسی سالم باشه، رو راست باشه. آقای پوراین، کت تو رو میخوایم، در میاریم کتمونو میدیم. این اخلاق ماست. پول داشته باشیم کمک میکنیم، ایده داشته باشیم کمک میکنیم. ما اهل گیرش نیستیم، دهشیم. طبیعتم به ما کمک میکنه. تا اینجا کوشش کردیم ناب و خالص باشیم. تا این ثانیه فردا رو نمیدونم. میکوشیم این رو دنبال کنیم. خب این رویه ماست دیگه. این تظاهرات میلیونی تهران رو از دیمای پارسال دیگه، الان چند ماه میشه دیگه بگید، خودتون میدونید، 14 ماه شده فکر میکنم. یانوار پارسال، دیما. خب نامش بود تظاهرات میلیونی تهران. حالا چندین نام بود، تظاهرات آرام، 5 میلیونی تهران، همین چیزا بود. برای نخستین بار ما دادیم. یه آقای تیمسار روحانی چیز دیگری گفته بود، این نیست، باز من اینجا تکرار میکنم. یکی اینکه اون تنها تهران نگفته بود، کل کشوری گفته بود بیان، شهرهای بزرگ گفته بود. این فرمولی که ما گفتیم تهران بیان، اونم روش فکر کردیم، گفتیم لیزری یعنی متمرکز باشه در یه جا، اینو ما دادیم که یک سال پیش از فرشگرد یک سال پس از ما، یک سال بیشتر، حالا یا حالا یکی دو هفته بیشتر کمتر مهم نیست، اومدن چیکار کردن؟ ما رسانه کلان نداشتیم. تو فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام مدرک و سند بالای 10,000 برای شما مدرک میاریم. همین چیزایی که فرشگرد امروز میگه که یه سال پیش گفتیم. گفتیم آقا هی اینو منتشر کنید، فعلا بگید بایسی فقط شاهزاده. حالا موعود عربیه، اینا میگن همش موعود عربی، ما حالا واژه اینو. اینا پس از یک سال اومدن تنها کاری کردن یه میدان اولش گذاشتن، همین یه میدان کنارش گذاشتن، رفتن رسانه اون تلویزیون، حالا من ایران اینترنشنال اونا رو چیز کردن، رفتن شاهزاده رو، حالا 40 تا شدن، گفتم ما 3-4 تا بودن دیگه، 3-4 تایی تر ما رو برداشتن بردن به شاهزاده. خوش گفتم شاهزاده هم کار بسیار درستی کرد، کار شاهزاده کاملا 100% درستی، 40 تا آدم اومدن، گفتم ما چنین تری داریم، پذیرفت اینا رو و خب بولد شد شاهزاده. طبیعیه وقتی که توییت میکنه، هشتگ میزنه برای میدان میلیونی، خب گسترش پیدا میکنه. به نام فکر کردم فرشگرد، نه خیلی ها چند میلیون میدانن که این مشابهش رو یه سال پیش، چون بچه ها کمک کردن دیگه، نامشون هست. حالا ما چی گفتیم؟ گفتیم مهم نیست، برای ایرانه، برای ایران هست. فرشگرد اومده تر ما رو یه میدان جلوش گذاشته به خاطر ارتباطات بیشتر با اون پیرارامون پرمون و اون سعید قاسم نژاد و یه سری نفوذی که تو بی بی سی و یه سری نفوذی که تو با اون کیهان لندن داشتن با شاهزاده، درست این کار کردن. من گفتم، ما گفتیم اشکال نداره، ما مانند اون مادری که این ایده رو داده بودیم، این بچه ما بود، گفتیم ما رو بیایم بکشیم این بچه رو. آخه کسی بود گفت بود این بچه مال توئه فلان، میانه یه کسی که اون بچه رو حالا برداشته بود، دایه یا حالا دزدیده بود هرچی، اون گفت بود بچه مال منه، مادره میگفت. قاضی گفت آقا چیکار کنیم اینو از وسط نصف کنیم. اونی که مادر اصلی بود گفت آقا نمیخواد، بچه مال اون، من اصلا گذشتم. شانس آورد اینکه این فیسبوک قطع نشد به خاطر اینکه برق این تمام شده بود. خب من دوستان فیسبوک، این جاش دیگه اوکی نیست، باید این کج بمونه، پوزش بخوام کاری نمیتونم بکنم، فقط این دیگه کج خواهد بود. من منتهای جور اینو مستقر کنم. خب
مثل این که اوکی پوزش میخوام کم کج شد به خاطر. خب ما گفتیم آقا نمیخواد این بچه رو چه میدونم بچه مال اونا مال فرشگر ما بخیل نیستیم کمک میکنیم صداشم در نیاوردیم برای اینا پیام دادیم گفتیم آقا هر کمکی میخواید ولی آقاین فرشگر اینی که شما برید به شاهزاده دارید این کار میکنید ما یک سال کلی تجربه داریم آگاهی داریم فلان داریم بیدین کاملش رو به شما بگیم اصلا به شما کمک میکنیم اصلا ما هیچ اصلا ما این نگفتیم اینا اصلا نه ما رو شناختن نه اصلا چیز. خب این یه بعض روانشناختی است. یه کسی که طرح یه کسی رو برمیداره دیگه نزدیکش نمیشه حالا چه طرح علمی باشه. به اینا میگن دیگه من واژه چیزشو به کار نبرم دیگه یقه سفیدیه. ما یه جور چیزایی داریم طرف یه غالپاقو برمیداره چه میدونم یه پولی برمیداره در چیزای نو به اینا میگن یقه سفیدی. رساله‌های دانشگاهی، طرح‌های تحقیقاتی، دکترا، مثلا چیز هواپیماسازی رو یه نماینده مجلس برداشته و چیکار میکنن؟ عنوانش یه کوچولو تغییر میدن، فلان میکنن، بسار حالا داستانی وارش نمی. اینا همون کارو کردن. گفتن آقا نمیشه که الان این ترمال اینا بود بریم با اینا سلام علیکم بکنیم اصلا ما این نمیشناسیم. آقا ما اینجا هزاران برنامه من هست کسی دیگه نیست که برنامه های ما رو تو یوتیوب این برنامه نهیده باشه که چند میلیون اینا آگاه شدن شهرستانی نیست که اینا ندونه تظاهرات میلیونی تهران رو. شما برید در اینستاگرام من نگاه کنید دیگه دوستان یانو آب این ور ببینید چقدر ما کار کردیم همه جا بسیار پیشرفته تر از اینا. دیدم نه اصلا اینا داستانی دارن دنبال این چیزا نیستن. من امروز به آقای ما منتظریم آقای جوانمردی بیاد. آقای جوانمردی شما اگه دارید میبینید احتمالا دارید میبینید دیگه زیر نمایدی میتونید بیاید بالا. من دیگه دیدم این زمانه دارم میپردازم. دوستان من نمیخوام بیشتر از این به فرشگر بپردازم. فرشگر رو دیگه میخوام این کوتاه کنم بعد بره تو یوتیوب. میخوام به درود بگم یه وقت دیگری تنها این نکته رو میخوام بگم. فرشگردیا خودشو خراب کردن دیگه. من دیگه زمان نیست که بگم کجا خراب کردن کجا رفتن. شما ببینید قوغنوس با چه کلاسی با چه پرستیژی امروز رفت نخستین برنامه‌شو اونجا گشایش پیدا کرد با حضور شاهزاده رضا. همین فرشگردی ها با بدجنسی داشتن آقای دکتر علایی‌ها رو نخستین بار می‌بردن کجا؟ من نامش نزدن توالت گفتن آقا بیا لایو بده بزن تو توالت. یعنی ببین چه خیانت بود اصلا. شاهزاده اومد دیگه وایسا گفت نه آقا کجا داری میری؟ آقای علایی‌ها یه دونه پست گذاشت گفت که شاهزاده به دستور شاهزاده برنامه کنسل شد. آقای اعتمادی چی میگه؟ میگه نه اصلا شاهزاده بخار نکرده من. دروغ دروغ داره میگه. من گفتم آقا استعفا بده دیگه. شما وقتی که در برابر آقای این کار میکنی خب دیگه طبیعیه شاهزاده موزه. ببین شاهزاده من یه بار گفتم ببینید دوستان شاهزاده امروز با یکی از آقایین چپ داشتم من صحبت میکردم گپ میزدم گفتم آقا الان بگو 30 تا بازجو 30 تا سپاهی 30 تا آخوند بگه آقای شاهزاده ما از رژیم برگشتیم متنفر شدیم اصلا اومدیم این بر حالا توبه یا هرچی میخوان سرنگون طلب شدیم شما از ما حمایت میکنین. شاهزاده از همه اینا حمایت میکنه. ببینه سرنگون طلبه ببینه برای ایران کار میکنه ببینه برگشتن این منش شاهزاده است. من گفتم آقا چپ کمونیست بیاید شما اگه بگید ما سرنگون طلبیم با جمهوری اسلامی نیستیم چه و چه و اینها شاهزاده از شما از همه فرشگرد باشه قغنوس باشه شبکه ایران یاران باشه هر کی باشه شاهزاده یه چتریه یه اتمسفر بالا سر همه. اگر فرشگرد هر خطایی بکنه من پورا یا هر کسی اصلا ربطی شاهزاده چی ربطی به شاهزاده داره؟ فرشگرد چی ربطی به شاهزاده داره؟ قغنوس خطا بکنه چی ربطی به شاهزاده داره؟ مانند اینه که توی جاده ماشین تصادف بکنه بگیم آها آقای وزیر اصلا راه ببندید آقا آقای وزیر نخیر. خب فرشگر بله قابل قیاس که نیست. فرشگر رو من چیکار کرد؟ حالا من پیتر جان من دیگه وقت ندارم به فرشگر بپردازم این داستان رو بگم. یه سری
اسنادی که اینجا دارم و به اونا بپردازم. دیگه من میخوام اینا به پایان بره، چون این برنامه مربوط به جوانمردی بود. قربون شما برم ابراهیم گرامی و دیگر دوستان. من پوزش میخوام دوستان، شما اینجا درود میفرستی، نامهاتون رو دارم میبینم، دیگه نام نمیبرم و اینها به خاطر اینکه زمان گرفته میشه و میدونم میره توی یوتیوب هم دوستان اونجا گله من میشه. قربون شما دل و اینا میفرستید. اوکی خب، فرش کرد آقا من همین الانم گفتم اخلاق ما چیه؟ ما هر کسی که برای ایران باشه، برای انسانیت باشه کمک میکنیم، نگاه نمی کنیم بچه معلم ماست، هم دینه، هم کیشه، هم حزبه، هیچ. هر فرش کرد قدر شاهزاده رو ندونست، قدر ما رو که مادر این تره میدان میلیونی بودیم هم ندونست. گفتم ما مال اون جاده رو ما ساختیم، جاده مثلا جنوب تا شمال راهنه جنوب و مانند پیمانکار ما ساختیم، شما اون ماشینه هستید آقای فرشگر. شما مثلا اومدید چیکار کردید؟ ماشین اون اتوبوسه شما هستید، نه اون جاده. ولی کل اون زمین رو شاهزاده داد، هم به ما، هم به ققنوس، هم به شما، هم هر کس دیگری. خب قدر شاهزاده رو ققنوس ندونست، قدر ما رو هم ندونست. سه ما تحمل کردیم آقا، برشون پیام دادم توی چیز. من ناراحت نمیشم، کسی گوش منم بزنه به من توهین کنه، من اندکی کینه پی اینا نمیگیرم، فورا فراموش میکنم، خدمت باشه. منتها اینا آخه جنبشی ندارن دیگه، اینا یه نسلی هن. من حالا نمیخوام ورود کنم که این نسل میگه ما زرنگیم دیگه. آقا ما زرنگیم. یکی از دوستان با واتساپ با من صحبه میگه آقا اینا آماده خورن، آماده خور، این نسل آماده خور. میگه برای چی خودمون خسته کنیم آخه؟ طرح آماده چیکار میکنیم؟ برمیداریم نامشو عوض میکنیم، یه رنگ میزنیم، تابلو میزنیم، میفروشیم. خب آقا اوکی، تو میگی من مثلا این 30 کیلو، این 50 کیلو یه گونو گندم تو تولید کردی، یا این 10 کیلو پرتقال تو تولید کردی، کو درختت؟ فرشت میگه نه شرمنده، من درخت نبود، رو هوا بود، روی تخیل. اوکی آقا تو این گندم زمینت کو؟ میگه نه شرمنده دیگه، من فرشت کرد زمین نداشتم، ولی خب گندم تولید کردم. خب آقا اوکی، کی رفتی آب دادی؟ یه تاریخ به من نشون بده آقای فرشگر، ببینم تو کی رفتی به این درخته یه بار آب دادی، یه بار هرس کردی. میگه نه خب حالا زرنگن دیگه. میگه ما زرنگیم. آقا ما زرنگیم، مشاور داریم، مشاور داریم، دیکتاتور شناس. پهلوی ها دیکتاتور بودن، آقای قاسم نشاد، سعید قاسم نشاد دارن، سعید تقاطع. آقا مشاور داریم تو اطلاعات بوده، آقای نیما راشدان، چه نیاز داریم؟ با سعید حجاریان بوده. آقا مشاور داریم، به اصطلاح فلسفه خوندن های آیت الله. من این فلسفه گفتم، فورا میگه فلسفه، میگه ما داریم، میگه رسانه، میگه ما داریم، میگه فلان، میگه همیشه ما داریم، به هیچ نیاز نداریم. خب همه چی رو داری، چرا یه سال پیش شما هیچی از شما ندیدیم؟ حالا میگه ما گندم تولید کردیم. خب کو زمینت؟ کو درختت؟ حالا به جهنم آقا، اوکی ما اصلا میپذیریم، شما تو عالم خلا هم گندم تولید کردی، هم همه اینا. میگیم آقا بیا ما به شما کمک میکنیم، یا بیاید دوتا این کار رو بکنید. نمونش من این یکی هم برقش بزنم. خب من پوزش میخوام این، به خاطر این برقه ها رو بایستی من نزنم، این قطع میشه. ما به اینا گفتیم آقا شما ببینید زرنگ بازیاش رو دارم. من الان وقت نیست دوستان، ببینید من یه 5% گفتم، ببین تنها یه 5% من اینجا گفتم، چون برنامه مربوط به جوانمردی. دوستان اگر توییتر می‌بینید این کج و فلانه، به خاطر اینکه این کابل بهتر از این مستقر نمیشه. اوکی ما میگیم آقا همه اوکی، آقایون چی میگن؟ میگن ما زرنگیم، 40 تا آموزش دارن میدن، میگن بابا جان هیچ کار نکن، تزشون اینه، میگن دیگه هیچ کار نکن، آیسته برو، آیسته بیا، اوضاع خودش داره میگرده، شاهزاده، ققنوس، 10 تا دیگه میان، ولی نهایتا یه راهپیمایی تظاهراتی شد، هر جایی هم شد، قله کوه هم شد، ما میگیم آقا اونجا میدان بوده. دیدید ما گفتیم ها؟ ما گفتیم ها؟ چرا بودی؟ آه بله، این تخم دو زرده رو، این آپولو رو فرش که بله آقا اینا آوردن، عجب. حالا دارن چیکار میکنن؟ آموزش دارن میبینن رئیس بشن. ما شنیدیم فرم درست کردن، کی برای چی پستی؟
هیچ کاری نمیکنن که، فقط با انگشت، من گفتم با انگشت توییتر میکنن، زرنگن دیگه، یقه سفید. بشین پشت میز. اون آقای افشندی بذار به شما نشون بدم، فکر کنم دیدی، بذار به شما نشون بدم. ببین نوشته، من یه جایی که از دوستان برام فرستاد، گفت آقا ما رئیس رو ورشو همه آدمای عادی رفتن، فقط فرشگر رئیس فرستاد. نگاه کنید من به شما اگه بتونم نشون بدم خیلی خوبه. اینجا ببینید، آه ببین، آه ببین چی نوشته. ممکنه بگن آقا برای خانم ببخشید یه خورده این دوستان فیسبوک، ببین اینجا ببین چی نوشته. آقای افشندی، ببین یا فشندیه، آقای شروان فشندی، متاسفانه به دلیل مشغله کاری امکانش نبود که همه اعضای فرشگر را بفرستیم به محل نشست، لذا دو تن از رؤسا را فرستادیم. دو تن از رؤسا رو، رؤسا هم یکیش آقای سعادت ملی، دیگه هم آقای کوشکی، داریوش کوشکی، دو تا رئیس رو میگه فرستادیم. شماهایی که تو ورشو دیگران اومدید آقا جان، همه رئیس نیستید که، شما هیچی نخودی علکی، ما رئیس رو فرستادیم. حالا دوستان میگفتن ما نفهمیدیم، حالا دوباره بفهمید اینا رئیس چی هن؟ رئیس آبن، برقن، رئیس مقابلات هن، رئیس چی هن؟ اینا همش تو این فکرن، میگن آقا ما چرا ما دادیم. نه عزیز من، خب حالا بگو برای نوروز یه کار بکن. نه دیگه، ممکنه دیگه کار که نباید بکنن، اینا تو سرما برن، ممکنه سرما بخورن که. ما گفتیم آقا 22 بهمن، خب تو این 40 سال که انجام ندادید، سال پیش انجام ندادید، سال پیش انجام ندادید، سال پیش انجام، گفتیم بابا امسال شما نگاه کنید بچه های ما اومدن تو این هوای سرد، شما نگاه کنید این در دورتمون انجام دادن. ببین دوستان، این در دورتمون، دوستان ببینه، ببین 6 تا 7 تا 8 تا اومدیم تو دورتمون، ببین چه کار قشنگی شد. نگاه کنید، نگاه کنید، در روز سرد دوستان اینستاگرام نگاه کنید، در روز سرد تعطیل بچه‌ها اومدن، ببین یه فرتور برداشتن، خانم اومد، دو تا بچه اومد، اون بچه‌ها ابتدایی بودن، یعنی کم سن و سال، هوای سرد، من که تو باران 10 کیلومتر رفتم، چتر من گم کرده بودم تو باران، من دویدم 10 کیلومتر دویدم، گفتم پیاده بایستی برم. الان آقای نیک جعفرزاده میگه اگه تو پول داشتی پیاده نمیرفتی. نه عزیز من، ما مجانی میتونیم بریم، ما بلیتی که داریم وخننده آخر هفته مجانی، دوسلدورف مجانی، اسن مجانی، دور همه جا مجانی میریم، اینجا آلمان اینجوریه. اوکی، من اون بلیتی که دارم. اوکی، خب ببین، گفتیم آقا ببین ما 6-7 تا ببین این شکلی اومدیم، شما در آقای فرشگر تورنتو هستی، شما همین کار، مجوزم نمیخواد، 1 کیلومتر پیاده تو برو. شما تو اسرائیل هستی، عضو فرشگردی، شما این کار بکن. توی هلند آقای دامون این کار بکن، تو شهر دیگر آلمان آقای احمدی این کار بکن، خانم فرزان، خانم میتراجشنی، آقای ایزدی، آقای حقیقتی، این همه لشکر دارید، 40 تا شما هستید، هر کدوم 10 تا دوست دارید، میشه 400 تا شهر ما میتونستیم، هر ایرانی 1 کیلومتر، 400 تا کیلومتر، چند کیلومتر میشد دوستان، یعنی تو گینس این ثبت میشد، یکیشون از حالت لم دادن خودشو تکون نداد. رئیس هم دیگه، اینا دیگه خودش نوشته که آقای فشندی چی نوشته، میگه آقا ما رئیس رو فرش رو، چی دارید میگید شما اومدین اونجا فرش رو شعار میدید، برید کنار، ما رئیس میفرستیم، ما رئیسیم. آه ببینید، به اینا خوب آموزش میدن، میگن آقا جان فعلا فقط کلاس حفظ کن، پورا خلکیه، پورا کیلوی چند، آقای ابراهیم کیلوی چند، آقای داوود کیلوی چند، آقای هانی کیلوی چند، این بر آقای فریبرز کریمی کیلوی چند، ولش کنی سیاست داشته باشی. نسل پس از انقلاب هم دیگه یاد گرفتن، از آخوند یاد گرفتن، منتها سرتر از آخوندن، 100 تا آخوند رو تو جیبشون میکنه، شاگرد حجاریان بوده دیگه، آقای بگیدون پسره نامش یاد بردن، نیما راشدان، کل کلکیت و اون فریب و شیادی رو، شگرد فریب و شگرد رو، واقعا فرشگرد دیگه داره میشه فریب شگرد. آقا فریب شگرد نباشید، فرشگرد باشید.
ایده بدید، نوآوری بدید. آهای آیت اللهی میگه فلسفه خوندم. فریب شگرد نباشید، فلشگرد باشید. میگه نه دیگه شما کار نکنید، فقط کلاس داشته باشید. اون دوتا میرن تشکر میکنن کنسولگری تورنتو. آهای کنسول بسیار سپاسگزاریم که شما اون چیز ورشو رو گذاشتید. بله رئیس هم دیگه، فردا میخواد وزیر خارجی لابد بشه، سفیر بشه. اینجور کارا میکنن. کلاسشون نیست که یک کیلومتر مثلا پیاده برن به خاطر 40مین سال. نه بابا زشته. آقایون رئیسن، مگر اینکه ماشین ضد گلوله داشته باشن اوکی، مگر اینکه بادیگارد باشن بله اوکی، اون وقت میره. همینجوری نه که کلاسشون میاد پایین. با اینا باید چی گفت؟ من نمیفهمم. خب دیگه چه برخوردی وایسی میکردیم؟ ما که مادر تر بودیم، تولید کننده تر بودیم، گفت همه رو گذاشتیم، گفتیم اوکی، به احترام شاهزاده، هیچی نگفتیم، به احترام فلان. خب شاهزاده موضع گرفت دیگه، درود بهش. هیچ نشان دهنده اندکی بگو همه فلشگری ها منفی و بد، که توشون آدم های خوبی هم هست. من این دارم میگم، ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، توشون بیگمان من همه رو که نمیشناسم، توشون حتما آدم های خوبی هست، من مخلصشون هم هستم، خاک پاشون هم هستم برای ایران باشن. منتها بیان خودشون شناس بکنن، بیا شناس بکنن، نشون بده، اصلا جدا کنن یه فراکسیون جدایی، اصلا چند تا رو بندازن بیرون. اون آقای نیما راشدان که با سید حجاریان بود، بلکه کنارشون باشه، نه اینکه حالا حساسیت ایجاد بشه. آقای افشندی که میگه رئیس رئیس درست کرده، اینو بزنن کنار. اون آقای اعتمادی رو، این چند تا رو بزنن که خودشو فرش کنن، نه فریب شگرد. فریب شگرد نباشن، فلشگرد باشن. هیچ وقت هم دیر نمیشه. ماهی رو از هر وقت از آب بگیریم چی تازه است. جلوی زیان رو هرگاه بگیری سوده. حالا میان چیکار میکنن؟ میگم کلک پشت سر کلک دیگه. فریب اومدن چیکار کردن؟ اون اطلاعی دادن تو پیجشون، برید ببینید. آقای اینا ببینید، میگه مادرم رو نیروهای امنیتی اومدن اینا، یه داستان دیگه اینا. اینو ببینید، میبینید اینا، این دیده دوستان. این داستان چیه؟ این یکی که حال زار، اینا حال زار، اون یکی هم خندان، خنددار. آقا یکی رو گذاشتن اون یکی پریشان و فلان، یعنی ناراحته. میگه که مادر من اون یکی دوستان، این به خاطر کابله، من این کابله پوزش میخوام. خوب اوکی خوب، من بتونم. مشکلی که داریم امیدوارم بتونم این سیم نمیرسه. بذار من واقعیت به شما بگم، این سیم بهتر از این نمیرسه. خب دیگه کجکولمون دیگه، شما همینجوری بپذیرید. ما امکانات فرشگر رو نداریم، ولی اونا کار انجام نمیدن که. عداعتفار، عداعتفار نسل، نسلی که خب من اینو تموم کنم جمله رو بگم. خب دوستان دیگه کج بود، مهم نیست، من چند نکته بگم تمامش کنم. خب این داستان چیه؟ حالا افتادم به ننه من قریب. فیلم دیگه. آقا من که اینا رو میشناسم، اینا نه، این نسل رو دیگه من درس میدادم که نزدیک بالای 10-15 هزار لیسانس و فوق لیسانس با من، یکی اینکه کلاس داشتن،
دیگه خودم خوب دانشجو بودم و دیگه سر ما که ایرانی که نمیتونه سر ایرانی کلا بذاره، ولی اینا میگه ما میتونیم دیگه، اینا میگه ما میتونیم آقا، ما زرنگیم، 40 تاییم، ما نیما راشدان داریم، ما اشکان یزدی رو داریم، خوشگل میگه میتونیم. میگن چی میگن؟ میگه که نوشته احضار و تهدید خانوادگی تعدادی از اعضای شبکه فرشگرد توسط نهادهای امنیتی. نه من غریبم. حالا ممکنه بگه فلانی خب چرا میگی نه من غریبم؟ خب نهادهای امنیتی خب این آقا خیلی جاها رفته و فلان، خب طبیعیه. پاسخ دارم چرا من میگم نه من غریبم؟ این شارلاتانیزمه. شارلاتانیزم رو میذارن کنار. یکی اینکه اینا خب دیگه به چیز سقوط افتادند، نیاز به اینجور چیزا دارند، به اینجور دوپینگ و از این داستان ها. حالا بذار به خود همین داستان بپردازم. شما فکر میکنید یکی اینکه من برای اینها 3 ماه نه اینکه گفتم آقا ما کمک میکنیم دیگه، شما اگر مشکل داری اینا، یکی اینکه احساس میگن نه ما نیروی امنیتی داریم دیگه، مشاور داریم، اصلا نیما راشدان میگه اصلا آدمو میخوره گای، میگه 10 تا وزیره، میگه با چون حجاریان بود نیاز نداریم. پورامورا کی آقا؟ کیلو چند آخه؟ اینا رو ولش کنید. خانوما میگن که ولش کنید آقا، امثال پورا رو به پشمتون حساب نکنید. آقایینا میگن فلانجاتون حساب نکنید. همش هم دایورته. شما اگه چیز میکنید دایورت کردن به فلانجاشون. کانی پروبلم. ما راکار داریم. ببینید شما فکر میکنید دیگه اینا از من که بیشتر کار انجام نداد. اینا چیکار کردن؟ ایده که از ما بود. 1000 تا کار انجام دادیم، 1% کار ما رو انجام ندادید که. خب چرا من چیکار کردم؟ اگه نمیدونید خب عقل که دارید میتونستید بیاد بپرسید. شما میگید خودکفاییم دیگه. خب کو خودکفاییتون؟ حالا حال زار این اینه ببین دیگه، این حال زارش رو ببینا. شما ببینید حال زار این مرده، این پسر اعتمادی رو ببینید. خب این فیلمه، دو تا چیز هست، چند تا، نه اینکه ما حالیمون دروغ نوشتن، نه این یکی که الان معنی بدی میده که من نمیخوام بگم، امیدوارم منظور منو گرفته باشن چیه، یه معنی بدی داره که من نمیخوام اون رو بگم اینجا. راهش چیه؟ راهش همون کاری که من میکنم الان. برای من تو آلمان تا دم در خونه منم اومدن، نه اینکه اینجا من خونم رو عوض کردم، نمیدونن. اینو نمیخوام بگم. ببین من هم وابستگانی دارم، عزیز دل منن دیگه، دوستشون دارم و عاشقشونم، تو ایرانند. اونا فکر میکنن که فقط خودشون دارن، فقط فرشگردی ها وابستگان عزیزی دارن، فقط برای اونها مشکل ساز میشه. نه عزیز من، نه آقاین فرشگردی ها، شما دارید یکیتون که دارید میبینید، من براتون اون منشنی هم که گذاشتم دارید میبینید، آقای ایزدی، آقای اعتمادی، آقای سلمان سیما، خانوم جشنی، خانوم فرزان، خانوم کلباسی، آقای افشندی، ما هم داریم، منم کسی رو دارم، درسته مادر من رفته ولی کسی رو دارم مانند مادرم دوستش دارم، عاشقش هستم. خب اگر الان چرا رژیم جمهوری اسلامی نمیره سراغمون؟ میدونی چرا نمیره؟ چرا نمیره؟ بذار به دوستان بگم. برای اینکه اگر رژیم جمهوری اسلامی بره، برای اون عزیزم میدونی چی میگم؟ میگم آقا برو اعدامش کن. آقا برو اعدامش کن. خیلی خوشگل. رژیم میگه آقا این کیه؟ دیگه نمیرن سراغش. چیکار میکنم؟ ایمیل، وایبر، ایمو، مسنجر، تلگرام، واتساپ، همه اینا رو چیکار میکنم؟ قطع میکنم. خواهر منه، خواهرزاده منه، دوست منه، هر کی هست. هنگامی که این کارو کنم یعنی خبر به من نمیرسه. گفتم آقا برو ادامش کن دیگه. وزارت اطلاعات چیکار میکنه؟ وقتی میبینه که من پوسکلافترم، به خاطر ایران این رو دارم، رفع کارش. خب شما چرا آقای اعتمادی این کار رو نمی کنی؟ آقای کیانی؟
این شارلات، یا نمیدونی یا میدونی شارلاتانی. شارلاتانیزم دیگه، به این میگن شارلاتانیزم. خوشگل آقا اعتمادی، آقا مادر منو گرفتید، آقا اعدام کن آقا جان. من به خاطر ایران یه مادر من ندارم که. من این مادر کرد شهرام بهرام احمدی رو من مادر خودم میدونم. برای این که من مادر من، این خانومم مادر من هست، اینم خواهر من هست، ولی آقای اعتمادی یه مادر داره. خب برای اینکه همون رئیسان دیگه، وقتی که طرح ما رو برمیدارن، وقتی که جواب سلام ما رو نمیدن، وقتی که الان هیچی رو به هیچیشون حساب نمی کنند، طبیعیه اینا یا یه دوست دختر دارن دوستش دارن، یا یه مادر دارن همین. ولی آقای اعتمادی، آقای کیانی میگه آقا برادر منو گرفتی، یه دونه رو گرفتی، برو همه رو بگیر. آقای وزارت اطلاعات، برو همه رو بگیر. آقا زندانی کردی، برو اعدامشون کن. منم دیگه تلفن و اینا رو قطع کردم و سلام نامه تمام. چیکارش میکنن؟ هیچی. هم مادر اعتمادی رو آزادش میکنم، هم برادر کیانی رو. اینا میدونند. هیچ پروپاگاندا است دیگه. دیگه فرشگر چیزی نداره که تو پیجش بذاره. شما نگاه کنید پیجای ما، پیجهای همیهنهای ما، مال خانم فاطیما یا دیگران قوی تر از پیج ایناست. چی دارن؟ آه فلان جا گفتن جاوید شاه، اونو میذارن اینجا. فلان جا نمیدونم رژه رفتن توی اون کارگاهی، این خیلی خوبه، همه جا زدن. اون شهرام همایون گذاشت، فرشگر هم گذاشت، همه گذاشتن. این شد کار اینا. مقاله نوشتیم توی ایران فردا، نمیدونم همین، هیچی، مزخرف. 40 تا آدم، همه ادعا شد همین. من نه اینکه مخالف اینا باشم، من هر کسی برای ایران باشه، شما ممکنه بگه آقا چی شد؟ یه بد شد برگشتی. نه، به هیچ رو، به هیچ رو. توی فرشگرد اگه دوتا سالم هم باشه بیاد فرشگرد رو درست کنه، ما کمک میکنیم. ولی باید من حقایق بگم اینجا، نمیتونم دروغ بگم. هر که اشتباه بکنه اینجا میگم. دوست من باشه، برادر من باشه، فامیل من باشه، برای اینکه بسه دیگه. 40 سال، 40 سال بسه، نابود شد ایران دیگه. حالا خنده داره، از شر این بنی صدر و یاسر عرفات و احمد هندیزاده و ابراهیم یزدی نجات پیدا کردیم. آه بیا شارلاتانایشون، حسینی و رائفی پور و فخرآور و امید نادان و دیگران اومده، آه اینا هم کشته میشن، جوانمردی و اینا، بیا درست کن. منم بیام آها تعارف کنم. آخه نمیشه بابا، اینا 40 تا فردا ممکنه پست پیدا کنم، به موقعیت من آسیب بخوره. فردا ممکنه من تحویل نگیرن ها، من ممکنه بایکوت بکنن ها، ممکنه به شاهزاده ناراحت بشه فلامشون. نه، من کار من فلسفه خوندم، کتاب خوندم. آقای آیت اللهی فلسفه، با فلسفه تو دانشگاه خوندن کسی فیلسوف نمیشه. این از من داشته باش. پرس، شما برید ببینید کی بوده در آمریکا، چطوری به اینجا رسید. دکارت رو ببینید و کسان دیگر رو. فهمیدید؟ فلسفه عشق، دانایی است، خواستن، خالص بودن. اندکی سوراخ داشته باشی، درویی داشته باشی، نیرنگ داشته باشی، فریب داشته باشید با شگرد، ایده نمیاد. ایده نمیتونی بدی. ندادی دیگه. 40 سال چرا ایرانی ایده نمیده؟ چرا؟ برای اینکه ناخالصی داره. میگه من زرنگم. آقا کسی که نمیفهمه، زرنگم. ایده این، ایده رو برمیدارم، دوی ماراتون میرم تو اسرائیل، ایده اینی میرم، میگم از سوئد دویدم، ایده اونا رو برمیدارم، تظاهرات میلیونی تهران درست کنم، میدان میلیونی میبرم، به شاهزاده میدم، میگم بیا این پرتقال من تولید کردم، این گندم من تولید کردم، یه نام عوض میکنم، یه رنگ میزنم، تبلیغ میکنم، جسانم که داریم دیگه کار نمیکنیم. نه، ولی من دیگه دوستان به پایان میبرم. اینجور نباشه که ناامید باشه. نه، من بار دیگه گفتم نیما راشدان استعفا بده، در کنارشون کمک کنه، با من نیروی اطلاعاتی. اوکی، افشندی و اعتمادی، به ویژه اعتمادی استعفا بده. اینایی که شارلاتانی دروغ میان میگن، اینا استعفا بده. اون سالما بیان، من همه رو نمیدونم، خودشون رو پالایش کنن، مخلصشون هم هستیم، هر کی. خب من روز دوشنبه پس میایم. دوستان به آقای جوانمردی بازم بگید مخلص همه هستیم، ما داوری نکردیم. جوانمردی اسناد رو من هنوز رو نکردم، دوشنبه بار دیگر اعلام میکنن. نوشته های پایین رو بخونید، آگهی های ما رو بخونید، پخشم بکنید. قربون شما، بدرود، پاینده باشید، رو راست باشید.
نوروز رو دوستان فکر کنید، برای نوروز کار انجام بدید. حتما ایرانی هایی که بیرون هستن، ما نوروز نداریم ولی داریم، به جهانیان خواهیم گفت. هفت سین جهانی، نامگذاری، نام های خوب رو بنویسید برای ما بدید. همه اینا ضبط و ثبت میشه. آه، چه نامی رو دادی، چه ایده ای رو دادی، اینا همه اینجا ما داریم. اوکی، قربون شما، بدرود. پس شیر کنید دوستان، شیر کنید، قربون شما.